درود به همگی به کلاس 101 خوش اومدید فرشید جلیلیان هستم کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت در این قسمت میخوام برم سراغ نقرس و هرچی راجبش یاد گرفتم رو با شما در میون بذارم انتظار داشته باشید که راجب ریشه اصلی نقرس و اسیدوری که بالا یاد بگیرید راه حل های اساسی و موقت برای حلش رو مرور میکنم ارتباطش با فستینگ و کیتوژنیک رو هم خدمتتون میگم مواد غذایی که باید کنار بذارید دلیایی کردن بدن و خیلی نکات دیگه امیدوارم که براتون مفید باشه اگر بود لایک و کامنت بذارید که کمک بزرگی به تولید این محتوا هست برای عزیزانتون هم بفرستید که هم کمکی به اونها باشه هم کمکی به من میدونیم که نقرس در اثر بالا بودن مداوم اسید اوریک ایجاد میشه در مفاصل مختلفی درد ایجاد میکنه مهمترینشون انگشت شست پا گاهی کتف اما زانو و بقیه مفاصل رو هم درگیر میکنه پس باید بریم سراغ اسید اوریک از اینجا شروع کنیم که اسید اوریک چی هست و از کجا میاد باید بدونیم که در اثر تجزیه پروتئین در بدن ایجاد میشه حدود 60 درصدش رو خود بدن اما تولید میکنه و بقیهش برمیگرده به چیزی که خوردید وقتی زیاد میشه نرمال اینه که توسط کلیه دفع بشه اگر نشه تنش در مفاصل جمع شده و باعث نقرس میشه چون از ماده ای به اسم پورین میاد که در گوشت قرمز بوغلمون و ماهی زیاد هست اینجور گوشت ها رو گفتن که بده میگن مشکل از اینهاست و مصرف نکنید اما باید بدونید که اسید اوریک جواب بدن برای دفع التهاب هست. شما حتی اگر هیچ چی هم نخورید مثلا روزه طولانی بگیرید سطح اسید اوریک بدن باز هم بالاتر میره پس تن نمیتونه ریشه مشکل فقط از این منابع غذایی باشه از طرفی دیدن که 90 درصد مواقع مشکل از اسید اوریک بیش از حد نیست بلکه از عدم دفع همون میزان تولید شده نرمال هست تولید نرماله اما دفع نه دفع اسید اوریک عمدتا از طریق کلیه هاست حالا چرا نمیتونن این دفع رو انجام بدن سوال خیلی خوبیه گاهی کلیه مشکل داره ژنتیکی یا هر چیزی یه درصد کوچیکی از افراد اما عموم مواقع کلیه در اثر دیابت یا خفیفترش مقاومت به انسولین خوب کار نمیکنه وقتی قند خون هی بالا بمونه یه سری ارگان ها اول از همه صداشون در میاد قلب مغز چشم و قطعا کلیه ها از طرفی فشار خون بالا هم که باز با دیابت دست تو دست هم هستن باعث آسیب به کلیه ها میشه کلا هر جایی که مویرک های خیلی باریکی داره با فشار خون بالا آسیب میبینه پس تهش چی شد ریشه این مشکل هم به مشکلات متابولیسمی بدن برمیگرده همیشه درختی رو مثال میزنم که هر شاخش یه بیماری مختلف است و ریشه همهشون یکی دو تا مشکل اصلی بیشتر نیست و تو این مورد هم نقرس اسیدوری که بالا یه شاخه از یه درخت بزرگه که رفته تو چشم ما مثلا و ریشه اصلی مشکل ریشه اصلی درخت برمیگرده به مشکلات متابولیسم بدن حالا چیکار بکنیم خب دو سری راه حل وجود داره دسته اول برای حل مشکل از ریشه یعنی مقاومت به انسولین یا دیابت و در نتیجه اون فشار خون بهتر میشه و در نهایت عملکرد کلیه ها راجع به مقاومت به انسولین همیشه صحبت کردم کلی قسمت های مرتبط هست در توضیحات لینک همگی رو میذارم ش اما اینه که مدام نخورید تنها رو کم و یا بهتر از اون حذف کنید روزه متناوع بهتون کمک میکنه همینطور رژیم کیتوژنیک اما یه سری نکات برای مشکل اسیدوری که بالا وجود داره که بهش میرسیم و دسته دوم راه حلها ها به کنترل شرایط برمیگرده و باید به صورت موقت انجام بشه تا شرایط سریعتر رو به بهبودی بره مثلا دسته اول میشه رفع عفونت دسته دوم میشه پاشویه کردن برای تب هر دوش خوبه ها ولی فقط دومی اثر چندانی نداره در ادامه میریم سراغ بدترین مواد غذایی برای این مشکل و جایگزین هایی بعدش هم نکات فستینگ و تیتوژنیک رو مرور میکنیم بدترین مواد غذایی که برای اسیدوریک میتونید مصرف کنید میشه گوشت فراوری شده کلا مثل سوسیس و کالباس که یه جورایی باعث شدن اسم گوشت در کل بد در بره اینا رو حذف بکنید مورد بعد که خیلی ضرر داره شکر سفیدش قهوهیش بنفشش فرقی نمیکنه در آخر همهشون شکر زیادی هستن که قند خون رو بالا میبرن و کار دستتون میده اون مشکل ریشه ای رو یعنی مقاومت به انسولین رو ایجاد میکنه مورد بعد افزودنی هایی که در عموم مواد غذایی صنعتی استفاده میشه نمونه شایش و اصلا به بدترش میشه شربت ذرت با فروکتوز بالا یه جور شیرین کننده است هم پر کاربرد هم خیلی خطرناک پس پشت محصولات رو با دقت بخونید شربت اینورت هم در ایران کاربرد داره که بازم شربت شکر هست فرق نمیکنه افسودنی ها به اسم متنوعی اضافه میشه که در یک قسمت کوتاه منتشر شده فقط تصویری خواهد بود لینکش رو میذارم و چک بکنید شیرین کننده ای که برای اسید اوریک بد نیست اونم کمش استیویا هست سعی کنید تصفیه نشده و بدون افزودنی باشه مورد بعدی که به شدت برای اسید اوریک بده الکل هست و مخصوصاً آبجو خوشتون نمیاد ولی خب ضرر داره کارش نمیشه کرد کنار دست الکل تمام نوشیدنی های پر از قند بازار رو هم باید بذارید نوشابه دلستر انرژیزا و امثالشون اینایی که تا حالا بهشون اشاره شد کلا بده و خیلی هم اصلا نداره برای بدن پس برای همیشه حذفش کنید. میشه جزء دسته اول که مشکل رو از ریشه حل میکنه از طرفی اگر وضعتون خیلی وخیم باشه باید برای مدت کوتاهی یه مقدار سختتر بگیرید یه سری موارد که در ادامه میارم رو هم رعایت بکنید مثلا یک جگر کل پاچه و امثالش رو برای یه مدت حذف بکنید میدونم خوشمزه است اما ایدئال نیست برای این مشکل دو میوه نمیخواد حذف کنید اما کیلو کیلو هم مصرف نکنید برید سراغ میوه های کم و پر از فیبر قسمت های مرتبط رو ببینید که بهتون کمک میکنه برای انتخاب میوه در حد یکی دو واحد هم نگرش دارید سه غذاهای دریایی متاسفانه اینها هم فشار مضاعف هستند اگر که نتونید همون مقدار اسید اوریک رو در بدن جمع بکنید براتون دردسر ایجاد میکنه تا وضع کلیه بهتر میشه اسیدوریک دوریک رو هم یه مقدار کمتر بکنید بعد دوباره به سبد غذاییتون اضافه کنید مورد آخر هم مصرف پروتئین رو کمتر بکنید پروتئین به ذات بد نیست اما بیش از حدش و نوع بدش کار دست آدم میده به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حداقل یک یا بهتر یک ممیز دو گرم در روز و نهایت خیلی گولاخ باشید اون مواقع دو گرم کافیه قطعا اگر اسید اوریک بالا دارید از مکمل ها دوری کنید و بچسبید به همون منابع غذایی چرا شد در قسمت 90 کاملا توضیح دادم اونجا دستتون میاد که اهمیت پروتئین اصلا برای بدن چیه و چطوری کار میکنه چی خوبه یا بهتر بگم ضرری برای نقرس نداره یک بهترین و ساده ترین مورد اضافه کردن لبنیات هست شیر ماست پنیر همگی کمک میکنن به دفع اسید اوریک بدن لبنیات خوب و بد کلی نکته داره قسمت 85 رو ببینید دو بری ها مثل بروبری توت فرنگی و امثالش نه تنها قند کمی دارند ماده خاصی هم دارند که مستقیم برای پایین آوردن اسید دوریک خوبه حالا ندید کیلو کیلو توت فرنگی خوردن دقت کنید که خوب بودن معنیش لزوما این نیست اگر تا قبلا همش پرتقال میخوردید الان یکی دو واحد میوه که میخواین مصرف رو بکنید رو از اینها انتخاب بکنید همین مورد بعد جایگزین خوب برای پروتئین میشه تخم مرغ خیلی اثر کمتری روی اصید اوریک داره ساده ترین کاری که میتونید بکنید هم برمیگرده به مصرف آب بیشتر هر چه بیشتر آب بخورید خب با ادرار بیشتر اسید اوریک بیشتری رو دفع میکنید به همین سادگی این داستان برای قهوه هم صدق میکنه چون باز ادرار رو در آخر بیشتر میکنه البته کمش و بدون افسودنی نه این انواع اقسام شیرین کننده بزنید بعد بگید خب قهوه خوبه تون تون پشت هم عموما اشاره میشه که تا نهایت سه شات اسپرسو در روز کافیه بعدش ضررش بیشتر از سودش میشه مغزها هم جایگزین خوبی هستن تو سبد غذایی بازم بگم نه که خوب باشه درمان بکنه نه در این مورد ضرری نداره چهار تا ماده غذایی رو حذف میکنید اینا رو جایگزین بکنید یه چیز دیگه هم یادم اومد و اون هم ویتامین C هست برید سراغ منابع کم مثل لیمو ترش یا فلفل دلمه ای که سودشون بیشتر از ضررشون هست بعد از ضبط این قسمت یه سری اطلاعات جدید پیدا کردم که دلم نیم اضافه نکنم گفتم که یکی از ریشه های نقرس برمیگرده به فشار خون بالا حالا برای فشار خون بالا پیدا کردم که میتونه فشار خون رو خیلی پایین بیاره دوست دارم این اضافه کنم چون خیلی جاهای دیگه اثر داره این ماده کلا ضد التهاب هست دیواره های عروق رو ریلکس میکنه پس برای فشار خون بالا میتونه خیلی مفید باشه همینطور مشکلاتی که ناشی از اون باشه مثل علم نوز در مردان وایگرا یا ال هم که برای این مشکل ها استفاده میشه دقیقا میاد همین اکسید نیتریک رو زیاد میکنه حالا این ماده رو از کجا گیر بیاریم برگ کرفش خیلی داره ولی در کل سبزیجات با برگ سبز زیاد داره از طرفی باید بدونید که نمک بیکیفیه جلوی عمل کرده این ماده رو میگیره چطور نمک معمولی که همش میشه سدیم هم فشار خون رو بالا میبره هم دیگه پتاسیم لازم رو نداره و در آخر پتاسیم برای عمل کرده بهتره اکسید نیتریک واجب است پس اگر نقرس یا فشار خون دارید قطعا مصرف نمکی که پوتاسیوم بیشتری داره بهتون کمک میکنه قسمت 83 رو ببینید راجع به انواع نمک هست اونم بهتون کمک میکنه اما اگر این کارها کافی نبود میتونید با مشورت پزشکتون برید سراغ مکمل های اکسید نیتریک یا پوتاسیوم دیگه همین برگردیم به ادامه ویدیو لایک و کامنت هم یادتون نره من هی نمیگم این بقیه کانالا تو خود اطلاعرسانی رسانی بکنید مردم باید این چیزها را بدونند ولی خب خودتون حمایت کنید دیگه دمتون گرم نکته مهم راجبه قلیایی کردن بدن هرچه بدن قلیایی تر بشه خیلی که نمیشه البته همون کمش هم نیاز بدن به اسید اوریک کمتر میشه برای این کار هم چند راه حل وجود داره ساده ترینش مصرف سرکه سیب با غذا یا خفیفترش همون لیموتورش شاید بگید اینا اسیدی هستن چطور قلیایی میکنن بدن رو که بله هستند اما اثر این مواد غذایی روی پیهاش بدن مهم است نه لزوما پیهاش خودشون مکمل هایی هم مثل پوتاسیوم سیترات به این کار کمک میکنند مصرف سبزیجات شدیدا بدن رو قلیایی میکنه که خیلی خوبه سبزیجات البته نه میوه و سبزیجات میوه کم و سبزیجات زیاد آب قلیایی شده هم بد نیست اما یه بزرگ همراه با غذا مصرف نکنید چرا که اسید معده رو ضعیف میکنه و مشکلات گوارشی براتون به وجود میاره معده خالی با فاصله زیاد از خوردن باشه مثلا در زمان فست آب غلیایی تو بازار هست خودتون هم میتونید با مقدار کمی جوش شیرین درست بکنید موقت مصرف بکنید که شاید ایدئال نباشه در بلند مدت اما ساده ترین و بی ترین و بی راهکار برای قلیایی شدن بدن تنفس عمیق هست مخصوصا با بازدم بیشتر چند دقیقه این کار رو بکنید سرتون سبک میشه حتی سرتون گیج میره اونجا یعنی یه ذره بدن قلیایی شده قسمت 80 رو ببینید کاملا دستتون میاد چند نکته مهم باید بدونید که چه فسینگ طولانی 18 20 ساعت به بعد چه کیتوژنیک هر دو باعث افزایش اسید اوریک در بدن میشن درسته در بلند مدت ریشه ی مشکل یعنی دیابت رو بهتر میکنن اما اولش چون تغییر بزرگی در سبک زندگی هستن باعث التهاب بیشتر میشه اگر که درست و اصولی انجام نشه در کیتوژنیک تغییر آهسته سبک غذایی در چند هفته به این مشکل کمک میکنه و همینطور نگه داشتن سبزیجات در سبد غذایی قسمت 67 رو ببینید که کاملا توضیح دادم در مورد فستینگ هم نباید از مدام خوردن سری برید به 24 ساعت فست یا چند روزه بهتره که از 12 14 ساعت شروع کنید و خیلی نرم نرم پیش برید روزهای طولانی رو محدود کنید به نهایت ماهی یک بار در این مورد هم که اصلا یه پلیلیست هست به اسم صفر تا صد ببینید کلی نکات مفید براتون داره در آخر هر مسیری رو انتخاب کردید در نظر بگیرید که باید با سنگهای کوچیک شروع بکنید مثل حذف شکر از سر میز آب بیشتر تمرینات تنفسی و مشابلش. از طرفی ریشه مشکل رو گوشه ذهنتون داشته باشید باید مقاومت به انسولین رو حل کنید فشار خونتون رو بهتر کنید بعدش تازه کلیه بهتر کار میکنه و اسیدوریک دفع شده و در نهایت نقرس برطرف میشه یا میتونید یه قرص بندازید بالا برای این مشکل و قرص های دیگه برای مشکلات مشابه من فقط بهتون اطلاعات رو میدم در آخر انتخاب و همتش با شماست خوشحالم که تا اینجا با من همراه بود اگر مطلبی یاد گرفتید لایک و سابسکرایب کنید اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید اگر مفید بود با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید اگر دیگه خیلی حال کردید میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید پیشا پیش ممنونم در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد